با سلام و درودهای فراوان به شما عزیزان بیننده. قبل از شروع برنامه یک خسته نباشید جانانه برای همه شما کسانی که واقعا دارید تاریخ رقم میزنید. خسته نباشید میگم به تک تک شما عزیزانی که این یک هفته واقعا شور و غوغای فراوانی به پا کردید و صحنه‌های بسیار پرشکوهی رو آفریدید. در برنامه امروز همراه هستیم با کاظم نیکا و محسن ابراهیمی. نگاهی میاندازیم به اتفاقاتی که این روزها افتاده، روند مبارزات به چه صورت هست و به هر حال همراه با این دو عزیز یک مقدار تحلیلی تر و توضیحی تر میریم به پای موقعیتی که الان توی ایران هست. سلام میکنم به شما محسن ابراهیمی و شما کاظم نیکا و خوش آمد میگم به هر دوی شما عزیزان. با درود به شما سیم مواری و محسن ابراهیمی و همکارانتون. منم متشکرم از دعوتتون، خیلی ممنون، در خدمتیم. خب از کاظم نیکا شروع میکنم. تقریبا یه هفته پرهیجان و پرشکوه رو پشت سر گذاشتیم. مردم با اتحاد و یک پارچگی با شکوه در خیابونا هستن و حق خودشون رو فریاد میزنن. زنان با جسارت تمام جلودار بسیاری از تظاهرات ها هستن. شور و امید و تلاش رو در تک تک حرکات اعتراضی این روزها میشه دید. نگاه شما کاظم نیکا به این اوضاع احوال چی هست؟ بله، برای منم بسیار بسیار زیبا و هیجان انگیز و خوشحال کننده است و یک تحول، یک اتفاق، یک پیشروی مهمی داره صورت میگیره. در واقع ما مراحل یا فاز مهمی از انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو شاهد هستیم که خیزش های متعددی رو در سالهای گذشته شاهد بودیم و امروز ادامه اون خیزش ها در فاز بالاتری، در ابعاد گسترده تری، با خواستهای روشنتری و با پیوستگی بخش های بیشتری از مردم رو داریم میبینیم و به هر حال واقعیت اینه که این تحول عظیم و عمیق و هست که جامعه رو شوخ میزنه و فکر میکنم که این حرکتی هست که نگاه جامعه رو، آینده جامعه رو به جای دیگری میبره و دیگه قابل برگشت نیست. در رابطه با این قابل برگشت نبودنه یک بعدا حتما صحبت میکنیم، اما محسن ابراهیم آیا شما نکات دیگری دارید؟ در ادامه صحبت کاظم نیکا میخوام تاکید کنم که کاملا منم موافقم. واقعا شورانگیزه، یه اتفاق بسیار تکون دهنده و من فکر میکنم به معنای واقعی کلمه نقطه عطف سیاسی در تاریخ سیاسی ایران داره رخ میده، مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی. خب این جنبش بسیار وسیعه، تفاوتهایی با گذشته داره، از جمله و این خیلی مهمه که اولین بار نیست که جوانای دهه 80 الان البته دارن با نیروهای سرکوب حکومت اسلامی مقابله به مثل میکنن، ولی اولین باره که در فاصله بسیار کوتاه، میشه گفت در 3 یا 4 روز، جوانا تونستن انواع و اقسام نیروهای سرکوب حکومت، یگان ویژه و دیگران را که برای چند روزهای پرورش داده حکومت مسلحشون کرده، نه تنها به عقب نشینی وادار بکنن بلکه کتکشون بزنن، فراری بدن. و این صحنه ها رو مردمی که اعتراض میکنن دارن میبینن و خود بدنه نیروهای سرکوب هم دارن میبینن و خود این قطعا از نظر روانشناسی سیاسی مردم رو جریتر، مردم رو جسورتر میکنه و زمینه های ریزش نیروهای حکومتی رو افزایش میده. خب یه نکته دیگه که بسیار مهمه به نظر من، سرعت پیوستن اقشار مختلف مردم که قبلا توی حتی 96 و 98 هم به خیابون نیومده بودن یا اعلام همبستگی نکردن، الان در اقصا نقاط ایران و جهان دارن ورزشکاران، هنرمندان، سلبریتی ها و انواع و اقسام انسانهایی که سیاسی هم محسوب نمی کردن خودشون رو به معنای واقعی کلمه
از لحاظ سیاسی دارن از این جنبش حمایت میکنن و خود این یه نقطه عطف بسیار مهمیه. و نقطه آخر این که فوراً در سطح ایران اتحاد و همبستگی قدرتمندی میان مردم برای یه خواست معین، و اون خواستم هممون میدونیم چیه، سنگ پرچمی هست که حکومت اسلامی با بلند کردنش خواست خودش رو نگه داره و مردم اون پرچم رو که حجاب باشه، حجاب اجباری باشه بهش حمله کردن، حجاب بله. اسلامی باشه بهش حمله کردن، میخوان اون پرچم رو نه اینکه میخوان، دارن منظما میزنن زمین. بله، خب از نکات صحبت شما یک چیزایی رو میخوام که بیشتر راجبش صحبت بکنیم. یه نکته رو اشاره کردیم که بسیار بسیار مهمه و تو تظاهرات های خارج کشور اینو آدم میبینه، عطف توجه خیلی از چهره های سرشناس، افراد مهم به اصطلاح، تاثیرگذار، کسانی که توی مدیای اجتماعی بسیار نفوذ دارن، فالوورهای زیاد دارن، اینا از مبارزات مردم حمایت کردن. کاظم نیکخواه، راجب اهمیت این موضوع بگین، اگر که فرصتی هم باشه بد نیست که اشاره کنیم مثلا کیا اومدن و اظهار وجود کردن، حمایت کردن، راجب مبارزات زنان صحبت کردن و این نکات رو بفرمایید. بله، همطور که اشاره شد ابعاد شرکت مردم بسیار وسیعه. یکی از دوستان، خانمی از تهران، من باش صحبت میکردم، سن و سالی دارن، از تو تظاهرات برگشته بودن، میگفت که تمام طبقات، تمام اقشار و تمام تیپا و تو سنهای مختلف تو تظاهرات، تا اونجا که به داخل ایران مربوطه. ولی از این زاویه که گفتین، خود این که چهره ها، شخصیت ها، نمیدونم افراد مشهوری، از ورزشکاران، هنرمندان، سینماگران، نویسندگان و نمیدونم، یعنی شما از هر تیپی که نگاه کنین میبینین که اومدن و از اعتراضات دارن حمایت میکنن. یه نکته جالب اینه که کسانی که مثلا از همین طیف هنرمندان و اینها یا هنرپیشه ها و هنرمندان قبلا حامی جمهوری اسلامی یا حامی رئیسی بودن، بعضن الان برگشتن علیه حکومت دارن حرف میزنن و این ریزش نیروی حکومت رو نشون میده. یعنی نشون میده که جمهوری اسلامی به اصطلاح دوروبرش داره خلوت میشه به این مفهوم. یعنی من دیگه نمیخوام اینجا حالا اسم ببرم، ولی همه میدونیم و بعضی ها میگن که خب اینا قبلا با رژیم بودن، باشون حمله میکنن، ولی واقعیت اینه که این فشار انقلاب مردمه که توجه ها رو به جلب میکنه، متوجه میکنه خیلی ها رو که نباید با این حکومت باشن، ذره ای به این حکومت اعتماد نکنن، امیدی نداشته باشن. و از این نظر میخوام میگم که آنچنان وسیع است که دیگه دامنش تا دم در جماران هم رفته و کسانی تو اون طیف هم علیه جمهوری اسلامی، علیه قتل مهسا امینی و در دفاع از مردم بالاخره به زبانهای مختلفی حرف میزنن و صحبت میکنن. تو سطح بین المللی هم ما شاهد حمایت های وسیع هستیم که شاید جداگانه در موردش صحبت کنیم، ولی برای اون هم بسیار هیجان انگیزه که ما تو دنیا هیچ وقت اینقدر وسیع شاهد دفاع مردم، هنرپیشه ها، موزیک سرایان و افراد مختلف در حمایت از مردم علیه قتل مهسا امینی و به هر حال همراهی با مردم ایران شاهد نبودیم. و این بسیار جالب، هیجان انگیز و مهم و مفیده. بله، خب محسن ابراهیمی شما میتونید ادامه بدین اون حمایت هایی رو که در سطح بین المللی اتفاق افتاده. مسئله اعتراضات داخل ایران همزمان شد با حضور رئیسی در نیویورک و اون صف واقعا بزرگ مردم رو مقابل محل سخنرانی رئیسی رو ما بارها توی اخبار مختلف دیدیم. علاوه بر اون واکنش هایی که هم داخل اون سالن اتفاق افتاد و هم بیرون، یه مقدار راجع به اینا صحبت بکنید. خب واکنش که داخل سالن اتفاقی که افتاد هم مسخره هست و هم به یه معنا سمبولیک که از نظر سیاسی میشه گفت که
اتفاقی که همزمان در کرمان افتاد نشون دهنده یه تصویری از جامعه ایران، تصویری از تقابل مردم با حکومت. رئیسی عکس اون جنایتکار رو برد بالا که مثلا اومده اونجا از یه مظلومی دفاع کنه، یا از قهرمانشون قاسم سلیمانی منظورم. درست همزمان با همون اتفاق در کرمان که زادگاه قاسم سلیمانیه، جوونا تمثال عظیم قاسم سلیمانی، یعنی وقتی نگاه میکنه اون جوونی که رفته میخواد اونا رو بکشه پایین، یه دیوار بزرگیه. همزمان نکسار آوردن پایین. در ایران این اتفاق افتاد، در سازمان ملل این جنایتکارون کار انجام دادن. به معنی سمبولیک به نظر من خیلی خوب نشون میداد که مردم دارن چی کار میکنن، حکومت داره چی کار میکنه و چگونه در مقابل هم هستن. نکته دوم، حضور بسیار وسیع مردم پناهجو و مهاجر و کلا کسایی که از ایران فرار کردن، بالاخره ترک کردن ایران رو، حضور بسیار گسترده داشتن و این خیلی مهمه. این نشون میده که علارغم این تصویری که میگن خب حالا خارجن و اینا کاری ندارن، اینا معلوم شد که وقتی احساس کنن مردم در ایران به پا خواستن این حکومت شوم رو به پایین بکشن، قلب این مردم در اکثر این مردم در خارج کشور هم با قلب مردم ایران میزنه و اینا هم میخوان کمک کنن. و این فوق‌العاده مهمه برای اینکه مردم آلمان و انگلستان و فرانسه و کانادا و کشورهای مختلف دارن میبینن که یه نسل جوون خوشپوش مدرن کاملا ظاهرم نشون میده اومدن علیه حجاب اجباری، اومدن علیه اسلام سیاسی، اومدن علیه یه حکومت جنایتکار، و این فضا رو فراهم میکنه که افکار عمومی در جهان به نفع جنبش‌های اجتماعی در ایران سقلش عوض بشه، و خود اینم تاثیر میذاره توی مقامات سیاسی اون جوامع که میخوام بگم همه اینا دست به دست هم میده و اوضاع رو به نفع جنبش مردم ایران به نفع تغییر میده. یه نکته هم اضافه کنم مهمه. ببینید کاظم مثال زد از سلبریتی ها و کلن ورزشکارانی که دارن اصلا عوض شدن دیگه، دارن حمایت میکنن. یه مورد برای مثال، شاید این رو کاظم نیکا بهتر اسمش رو میدونه، پپ گواردیولا که منیجر یا مربی منچستر سیتی اگه اشتباه نکنم، این اومد استوری کرد تو اینستاگرامش مهسا امینی رو استوری کرد، یا مثلا شارون استون استوری کرد، یا مثلا یه مدل آلمانی تیشرت مهسا رو پوشید. خب همه این انسان ها، این آدم ها در جامعه محبوبن یا تعداد وسیع فالوور دارن و همه اینا تأثیر میذارن که کل جهان به نظر من مخصوصا در مقترن اعتراض توجهش به یه جامعه که زیر نکبت حکومت اسلامی است ولی عصیان کرده و میخواد نابودش کنه. بله. خب اما نکته دیگری که اینجا مورد صحبت قرار گرفت، اتحاد مردم هست. ما میبینیم که مثلا تو فاصله یک هفته خیلی واقعا اتفاقات افتاده. امروز ما مصاحبه میکنیم، اگه همین امروز به گوش مردم نرسه، فردا یه نکته دیگه ای هست، فردا یه اتفاق دیگری افتاده. مسئله این که از جوانب مختلف، از شهرهای مختلف، ما این همبستگی و این اتحاد رو میبینیم. کاظم نیکخواه، اولین بار نیست ما با اعتراضات مردم روبرو هستیم و میبینیم که اعتراض میکنن به بخشهای مختلف حکومت. فکر میکنید چرا این همبستگی، چرا این هماهنگی داره به این صورت پیش میره و با این سرعت؟ بله، چند نکته هست اینجا. ببینید، ما بارها تو بحثامون مطرح کردیم که انقلاب یک تحول همگانی است. جریانات مختلفی، گرایشات سیاسی مختلفی، افراد مختلفی تو شرکت میکنن، ولی بالاخره یک انقلاب به این مفهوم معنی پیدا میکنه موقعی که همه مردم وسیعاً میان تو میدون. اما یک موضوعی که مهمه اینجا که ما اون وقت میتونیم توضیح بدیم چرا تو سطح دنیا این همه توجه ها به خیزش مردم در ایران جلب شده، واقعیت جمهوری اسلامیه. حکومت اسلامی فقط در ایران جنایت نمیکنه، فقط در ایران به اصطلاح خباستش و چطوری بگم لجنش پخش نمیشه. تو دنیا یک جنبش کثیف ضد انسانی رو دامن زده که مردم دنیا، تک تک مردم دنیا آرزو میکنن که از شر این جنبش و این حکومت خلاص بشن. در نتیجه
در ایران و در سطح دنیا با اولین امیدی که برای خلاص شدن از شهر جمهوری اسلامی روزنش باز میشه همه خوشحال میشن و سعی میکنن سهیم بشن تو این حرکت و کاری بکنن که بالاخره اوضاع به جای دیگری بره. گفتم کسانی در که به اصطلاح قبلا یه جورایی در حاشیه حکومت خودشون رو تعریف میکردن یا بالاخره یه جوری یا حمایت میکردن یا مخالفت نمیکردن، امروز پیوستن به صف مخالفین، به خاطر اینکه خیلی از اینا از روی ناچاری در کنار این حکومت قرار گرفته بودن، میدونن که با چه موجودیت خبیثی روبرو هستن. جمهوری اسلامی یک حکومتی است که دنیا رو تو این 40 سال به فاز عقبی برده، عقب قهقرا برده به یک مفهوم. ایده ها، سنت ها و کلن چطوری بگم روش ها، تفکرات عهد عتیقی و دوران توحش رو آورده جلو و مردم دنیا میخوان از این خلاص بشن، مردم ایران میخوان خلاص بشن. ضد زن، ضد کودک، ضد انسان، ضد زندگی، چپاولگر، جنایتگر، بیره و همه اینها، این وضعیتیه که مردم دارن میبینن و همین لجن رو به همه جا پاشیده. و در نتیجه میخوام بگم به این مفهوم یک فضای همبستگی در مقابلش ایجاد شده علیه این حکومت برای رسیدن به جایی که ما دیگه شاهد چنین نیروی خبیث و ضد انسانی نباشیم. بله. خب محسن ابراهیمی، وقتی که مردم دست به اعتراضات میزنن طبعا حکومت واکنش نشون میده، دستگیر میکنه و متعاقب اون خانواده ها میرن مقابل زندانات، میخوان که بچه هاشون رو آزاد بکنن و یه روندیه که بازم اینم چیز تازه‌ای نیست. آیا فکر میکنید که روند این مبارزات، این اعتراضات، یک اینکه به کدوم سو میره، دوم اینکه تصور سرکوب خونین از جانب حکومت هست؟ ببینید، ما با حکومت اسلامی مواجه هستیم، همه این حکومت رو میشناسن و این حکومتیه که میدونه، به قول یکی رؤسای جمهورش خود احمدی نژاد، جزیره خریدن. حالا واقعی یا غیر واقعیه به یه معنا نشون دهنده این هست که بالاخره این حکومت میدونه که سرنگون میشه و اگر سرنگون بشه بالاخره دادگاه های مردمی همه اکثر اینا رو، تعداد وسیعی هم هستن، محاکمه خواهد کرد. خب معلومه که بر روی البته ثروت عظیمی اینا چنباتمه زدن، ثروت های عظیم رو از ایران خارج کردن و کلن دستشون به خون مردم آغشته هست و همه میدونن که مردم انقلابشون پیروز بشه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خب این حکومت سرکوبگر، ذاتن هم سرکوبگر دیگه، ولی حکومت اسلامی. ولی آیا سرکوب کرده، سرکوب میتونه بکنه؟ خب معلومه که قصد سرکوب داره و تلاش هم خواهد کرد و همین الان هم اعلام کرده که سپاه و ارتش به اصطلاح میان خیابون و جواب مردم میخوان بدن. خب پاسخ روشن من این هست که حکومت اسلامی این جنبشی که راه افتاده نخواهد تونست قطعا سرکوب کنه. منظور از سرکوب چیه؟ اگه منظور از سرکوب این هست که حکومت مردم رو به خونه برمیگردونه و این مردم دچار یأس و افسردگی و بدبختی و بی آیندگی و اینجوری میشن و هرگز به سیاست بر نمیگردن، هرگز هرگز حکومت اسلامی این کار رو نخواهد تونست. این رو من نمیگم، این رو تجربه 10 سال گذشته داره میگه. 88 سرکوب کرد، 8 سال بعد 96 مردم اومدن در ابعاد وسیع‌تری در شهرهای بیشتری. 96 سرکوب کرد به همون معنایی که دارم، نه به همون معنایی که من دارم میگم، یعنی تونست بالاخره یه فروکشی رو تحمیل کنه. 2 سال بعد مردم اومدن خیابون، دوباره این کارو کرد. 1 سال، هر سال از 98 تا الان هر سال ما میدونیم که اعتراضاش و خیزش‌های اجتماعی بوده. خب خود این تجربه نشون میده که حکومت اسلامی نخواهد تونست سرکوب کنه. چرا نخواهد تونست؟ به این خاطر که تمام معضلات، تمام مشکلات،
تمام درد و رنج هایی که مردم رو به خیزش، به قیام، به مبارزه، به اعتراض میکشونه، همشون سر جاشه و حکومت اسلامی هم سر جاشه. تا زمانی که این دو هستن و مردمی درد کشیده، رنج کشیده که واقعا هیچی ندارن از دست بدن هستن، این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بالاخره این حکومت رو به زبالدان، واقعا زبالدان تاریخ بندازن. میخوام بگم همین الان هم اینم بگم، همین الان اعلام این که ارتش و سپاه قرار بیان نشوندنده چیه؟ نشوندنده این است که این جله وسیعی از یگانهای ویژه که آموزش دیدن برای سالهای طولانی نتونستن از عهده مردم بر بیان. الان صحبت از نمیدونم نیروی صابرین که مثلا در سوریه رفتن سرکوب کردن دارن میکنن. خود این نشون میده که حکومت اسلامی منظمن داره. و آخرین نکته هم اینه که خیابونا نشون دادن، خیابونا جوونا با دست خالی تونستن یگانهای ویژه رو به فرار وادار بکنن و این به نظر من یک تصویر بسیار روشنی از توازن مردم با حکومت رو نشون میده. بله، خب به پایان برنامه‌مون میرسیم. هر کدوم از شماها یک دقیقه فرصت دارید تا نکاتی رو خطاب به مردم بگین. کاظم نیکخواه، شما بفرمایید. بله، همین الان صنفی فرنگیان، شورای عالی صنفی فرنگیان اعلام اعتصاب کردن، یعنی معلمان اعلام اعتصاب کردن. به نظر من وارد شدن به فاز اعتصاب در کنار خیزش های مردمی، خیزش های خیابانی بسیار مهمه و امیدوار هستم که معلمان وسیعا وارد اعتصاب بشن. دانش آموزان اعلام کردن که حجاب ها رو دور میندازن و امیدوارم که در کنار اعتصاب معلمان شاهد اعتصاب بخش‌های مختلف کارگران، کارگران نفت، کارگران پتروشیمی و بخش‌های دیگر کارگری و کارکنان ادارات و غیره باشیم. اعتصاب سراسری در کنار خیزش خیابان و که وسیعاً به همین شکلی که گفته شد مردم در سنین مختلف، طبقات مختلف درش شرکت دارن، میتونه جمهوری اسلامی رو به طور واقعی فلج کنه. بله. و فلج خواهد کرد و من تأکیدم روی اعتصابات سراسری است در کنار خیزش مردم و به همه مردم درود میفرستم و آرزوی خلاصی از شر این حکومت رو دارم. مرسی. محسن ابراهیمی، شما یه دقیقه فرصت دارید. منم تأکید میکنم بر تأکید بسیار درست کاظم نیکخواه. بسیار مهمه اعتصابات عمومی، برای اینکه اعتصابات عمومی در کنار تظاهرات معلومه که نیروهای حکومت اسلامی رو بیشتر از پیش خسته تر میکنه، پراکنده میکنه، امکان سرکوب بسیار تضعیف میکنه، جامعه رو بسیار شجاعتر با جرأت‌تر میکنه برای تعرضات بعدی و هر چقدر نیروهای سرکوب حکومت اسلامی در مقابل طیف عظیمی از اعتصابات کارگری، اعتصابات در عرصه‌های مختلف همزمان اعتراضات خیابانی مواجه بشه، همونقدر ریزش نیروهای سرکوب هم به نظر من نه تنها آغاز خواهد شد، گسترش پیدا خواهد کرد، همونقدر هم توازن قوای سیاسی روانی جامعه به نفع تعرض وسیع‌تر، قدرتمندتر و خواهد بود، پیش خواهد رفت که ما رو به قیام نهایی نزدیکتر خواهد کرد. خیلی متشکرم از شما، موفق باشید. ممنون. گفتگوی ما رو میشنیدید با کاظم نیکخواه و محسن ابراهیمی، هر دو از اعضای رهبری حزب کمونیست کارگری، در رابطه با اوضاع اعتراضی امروز ایران. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارم جمیل فرزان برای شما ساعت و لحظه‌های خوبی آرزومندیم. پیروز باشید.